خبرگزاری آسوشیتد پرس فرانسه دارایی های بخش امنیتی رژیم ایران را مسدود می کند آسوشیتد پرس دوم اکتبر 2018 پاریس مقام های فرانسه روز سهشنبه دارایی های بخش امنیتی وزارت اطلاعات رژیم ایران و نیز دو طبعی رژیم ایران از جمله یک دیپلمات مزنون در تلاش خنسا شده حمله به گرد همایی پاریس را مسدود کردند. اطلاعیه مشترک وزرای کشور اقتصاد و خارجه فرانسه روشن ساخت که اقدام برای مسدود کردن دارایی ها به تلاش خنسا شده برای بمبگذاری در گرد همایی سیوم جوان سازمان مجاهدین خلق ایران در هومه پاریس ارتباط دارد. این اطلاعیه گفت این اقدام پیشگیرانه، هدفمند و متناسب است و عزم جزم فرانسه را برای نبرد با تروریست به خصوص در خاک فرانسه خاطر نشان می کند. در این اطلاعیه آمده است چنین اقدامی برخوردار از منتهای جدیت در خاک ما نمی توانست بدون پاسخ باقی بماند. یکی از دو ایرانی که در اطلاعیه شناسایی شده اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در وین است که در بلژیک به زن نقش داشتن در توطئه خونسا شده بمبگذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس تحت تعقیب است. او در ژوئیه گذشته بر اساس یک حکم جلب اروپایی در نزدیکی شهر آشافنبورگ آلمان دستگیر شد. یک دادگاه آلمانی روز دوشنبه استرداد او به بلژیک را تایید کرد. در این اطلاعیه به نقل از برونو وزیر اقتصاد فرانسه آمده است ما باید کانال تأمین مالی تروریست ها را به منظور پایان دادن به فعالیت های غیر قابل تحمل آنها خوش کنیم. برخی از گزارش های خبری فرانسوی اقدام به مسدود کردن دارایی ها را به یک حمله توسط پلیس در روز سهشنبه به گروه موسوم به مرکز زهرا در شهر بندری دنکرک فرانسه مرتبط کردند.